میرسیم به مبحث استوری با زدن این دکمه اد استوری یا با اومدن توی پراجکت اد تو پراجکت استوری شما میتونید یک استوری به داستان به پروژهتون اضافه بکنید اما استوری چی هست برنامه کاری که شما انجام میدید استوری میتونه یک کاربرد خیلی مهم برای شما داشته باشه یا نه اصلا ممکنه هیچ کاربردی براتون نداشته باشه استوری در واقع توی اون ترکی که قرار میگیره بین دو تا مارکر رو فقط پخش میکنه استوری بیشتر این کاربردش برای کسانیه که دارن دیویدی پابلش میکنن از یک سری کار کوتاه به طور مثال توی یک جشنواره 20 تا کار منتخب انتخاب شدن پشت هم قرار گرفتن حالا به عنوان یه ترک به شما دادن شما بین هر کدوم از اونها یه مارکر میذارید و بین هر کدوم از این مارکر ها به یه استوری تبدیل میشه و بعدا اون رو میتونید حالا توی منو یا جاهای دیگه استفاده بکنید اینجا الان استوری که من دارم به من میگه که این در واقع استوری از کجا تا کجا پخش بشه شما میتونید بگین رو اینجا درگ بکنید و بگید بین مارکر بیگین من تا خیابان من میخوام توی این استوری قرار بگیره به صورت دیفالت خودش اینطوری میشه یعنی شما از این مارکر تا مارکر بعدی یعنی از اینجا تا اینجا اگر میخواین این استوری از اینجا تا اینجا رو پوشش بده شما این مارکر وسط رو هم بهش اضافه کنید یعنی خیابان رو خب حالا همونطور که شما میبینید اینجا ما یه ریموت کنترل منیو داریم که اگر شما بخواید میتونید به, به هر منوی نسبت بدید توی کارتون مثلا به منوی اصلی یا به هر منوی دیگه که دوست داشتید خود استوری رو شما به عنوان یه آیکون میتونید استفاده بکنید شما همونطور که میبینید الان وصل به این موشن منوی ما اما حالا چه جوری این اتفاق میافته؟ و چجوری این رو میشه استفاده کرد یه راهکار خیلی ساده ای داره شما اگر یه جای تامنیلی داشته باشید مثل همون ایندکس هایی که داشتیم مثلا فرض کنیم ما این ایندکس دو منوی دو اون رو باز کنیم و همونطور که شما می‌بینید اینجا یه چپتر وجود داره من میتونم مثلا یه باتن دیگه هم اینجا درست بکنم و این استوری رو درگ بکنم توش حالا اگر من به طور مثال بیام توی گرافیکال شما میبینید که این استوری من الان وز شده از ایندکس من میتونم بیام توی استوری و از استوری میتونم برم توی منوی اصلی حالا اگر من میخوام این تیکر رو سیمیولیت بکنم میتونم بیام توی ایندکس دو از اینجا سیمیولیت رو بزنم و شما همونطور که میبینین من غیر از خود این آیکون میتونم استوری من, من انتخاب بکنم و حالا از این مارکر تا مارکر بعدی پخش میشه یه مزیت دیگه که استوری میتونه داشته باشه زمانی که شما میخواین از یک آدیو استریم یا از یک صدای خاص برای کارتون استفاده بکنید به طور مثال حتما میخواین این یه تیکه با صدای فارسی پخش بشه ولی با زیرنویس انگلیسی زیرنویس انگلیسی ما اینجا الان استریم سست ولی صدای فارسی ما استریم یکه شما میتونید بیاین توی استوریتون اینجا استریم یک رو فقط فعال بذارید توی صداها و توی ساب ها هم فقط خب من خیلی زیاد رفتم پایین البته باید همه اینا رو آف بکنم متاسفانه خیلی کاره تا وقت گیریه خب ببینیم به کجا میرسیم بالاخره استریم سه حالا بیننده شما وقتی این تیکه خاص رو میبینه فقط امکان دسترسی به صدای شماره یک و زیرنویس شماره سه که انگلیش باشه داره من اگر یه بار این رو بکنم شما همونطور که میبینید فقط ساب تایتل شماره 3 و فقط آدیو شماره یک فعالن و نمیتونن چیز دیگه ای رو فعال بکنه بیننده ما حالا من اگه یه بار دیگه از اول ببینیم و ویو رو من زدم که من بتونم زیر نمیسم رو ببینم شما همونطور که میبینید زیر نمیسم من روشن شد و صده منم که فقط کانال یکمه همونطور که گفتم این کار برای کارهای جشنواره ای کار کوتاهی که پشت هم قرار قرار بگیرن خیلی مناسبه شما فرض کنید 5 تا کار زبون اصلیشون فرانسوی زیرنویسی که میخواد باشه انگلیسی یا فارسیه که شما میتونید بگی مثلا فقط استریم یک و 2 رو فعال کن یا فقط استریم یک و 2 و رو فعال کن و الی آخر یه کاربرد دیگه که استوری قبلا داشت و الان شاید یه مقدار کم رنگ شده اینه که شما میتونید با استفاده از استوری به زبونهای مختلف به سرعت کارتون رو پخش بکنید شاید یه مقدار من بعد توضیح دادم فرض کنید که شما میخواستین برای دیویدی تون یه منو درست کنید به این شکل مثلا زیرنویس فارسی و حالا گویش فارسی زیرنویس انگلیسی گویش انگلیسی یا هر کدوم از اینها رو انتخاب بکنید الان شما با یه اسکریپت خیلی ساده میتونید این کار رو انجام بدید توی دیویدی دی پرو ولی شاید استوری قبلا خیلی بیشتر به کار میومد که شما برای هر کدوم از اینها یه استوری نسبت میدادین و بیننده با کلیک کردن روی اون میتونست در واقع اون کانال تصویری رو ببینه که صدای مثلا فارسی داره یا صدای انگلیسی داره یا حالا زیرنویس انگلیسی داره بیشتر شاید کاربردش به اون شکل بود ولی خب به این شکل هم شما میتونید ازش استفاده کنید بزرگترین مزیتی که استوری داره اینی که چون از یک ترک اصلی استفاده میکنه حجم دیویدیه شما رو بالا نمیبره به طور مثال شما اینجا اگر دیویدیه اگر من این استوری رو پاک بکنم شما میبینید که حجم آنچنانی از این حجم من کم نمیشه اما حالا ببینید همین ترک رو من دوپلیکیت میکنم به طور مثال همین کاری که با ما با استوری میتونیم بکنیم میخوایم با ترک انجام بدیم یعنی من میخوام مثلا ترک یک من ف... آه... کانال صده یک و زیرنویس یکش فعال بشه و ترک دو من زیرنویس دو و کانال صده دوش شما اگه الان نگاه بکنید حجم ما و یهو دو برابر شد در حالی که استوری جلو این کار میگیره و شما میتونید خیلی راحت بدون بالا بردن حجم از این استوری به این شکل استفاده بکنید